دریافت نکردن واکسن های مورد تایید اتحادیه اروپا دامن ورزشکاران ایرانی را گرفت. روز گذشته خبر آمد که اسکیبازان ایرانی به دلیل تزریق واکسن سینوفارم چین که مورد تایید کامل اتریش نیست، امکان حضور در این کشور و برپایی یک اردوی آمادگی را از دست دادند. برای ورود به اتریش، واکسن‌های فایزر، مدرنا، جانسون اند جانسون، آسترازنکا، سینوفارم و سینوواک مورد تایید است، اما افرادی که واکسن‌های چینی تزریق کرده‌اند، با وجود امکان ورود به این کشور، نمی‌توانند در اماکن عمومی نظیر هتل و رستوران حضور پیدا کنند. بیشترین واکسن کرونا وارداتی به ایران از نوع سینوفارم چین است و اکثر ورزشکاران نیز همین واکسن را دریافت کردند. مسئله ای که در آینده نه تنها در حوزه ورزش بلکه در دیگر مواردی که افراد قصد سفر به خارج از کشور و به خصوص اتحادیه اروپا را داشته باشند چالش برانگیز خواهد شد. واکسن سینوفارم چین تا کنون تاییدیه سازمان دارویی اروپا را کسب نکرده است. اما بر اساس آخرین اعلام جمعیت هلال احمر، تا کنون حدود 95 میلیون دوز سینوفارم وارد کشور شده و بیشترین واکسن تزریق شده در ایران نیز همین محصول تولید چین است. واکسنی که چندی پیش انتشار نتایج تحقیقی در شیراز، گمانه‌هایی در مورد اثرگذاری بسیار پایینش در جلوگیری از ابتلا به کرونا را مطرح کرد. در همین رابطه روز گذشته مسعود یونسیان، عضو کمیته علمی کرونا در ایران، با تشکیک در مورد این تحقیق در شیراز اعلام کرد که مسئولان منتظر آنالیز داده‌های مطالعه اثر بخشی واکسن‌ها در شیراز هستند. از سوی دیگر همزمان با افزایش شمار شهرهای قرمز و نارنجی به لحاظ تعداد مبتلایان، مسئولان وزارت بهداشت ایران درباره پیامدهای عدم تمایل تعداد قابل توجهی از جمعیت هدف به تزریق واکسن کرونا هشدار دادند. تقریبا میتونم 85% فوتی‌ها مال اونها هستن که واکسن نزدن. و متأسفانه ما الان نگرانی موج ششممون برای اونایی که واکسن نزدن. پیشتر جمعیت هدف واکسن کرونا در کشور 67 میلیون نفر اعلام شده بود که بر اساس اعلام وزیر بهداشت از این تعداد نزدیک به 51 میلیون نفر دوز اول و حدود 29.5 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. اما یکی دیگر از مسائل چالش برانگیز روزها و هفته های گذشته بحث ممنوعیت تردد شبانه در تهران بوده است. برخی اجرای این طرح را فاقد فایده عنوان می کنند، چرا که تردد اصلی و پرخطر در پایتخت در طول روز و با وسایل نقلیه پرتراکمی مانند مترو و اتوبوس صورت می گیرد. مسئله‌ای که روز گذشته استاندار تهران از احتمال تجدید نظر در اجرایش سخن گفت. موضوع رفع و منع محدودیت تردد شبانه است. خب نوع بحث علمی و جدی در جلسه داشتیم. دوستان ما در دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌ها معتقد بودند که در حال حاضر اجرای محدودیت شبانه به لحاظ کارشناسی خیلی اثر بخشی در مبارزه با ویروس کرونا نداره. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، شمار جانباختگان کرونا تا روز دوشنبه در ایران به بیش از 125 هزار تن رسیده است. آماری که البته مورد تایید منابع مستقل نیست و حتی سازمان نظام پزشکی ایران هم آمارهای واقعی را چند برابر آمار رسمی عنوان می کند. مهدی طاهباز، رادیو فردا.